دوباره خوش آمدین ادامه صبح زندگی. بخش نوآوری و خلاقیت یک بخشی است که بیشتر نوجوانای عزیز، جوانای خوب، پرکار در برنامه ما می باشند. و امروز هم دو مهمان خلاق یا دو جوان خلاق در بخش خلاقیت و نوآوری داریم. احمد میلاد اوریاخیل متعلم صنف 12 هم است و همچنان فریدالله سادات متعلم صنف 11 هم. اینا مهمانان خیلی خوب ما هستند. خوش آمدید میگم در بخش تجربه کیمیاوی صحبت های بیشتر می داشته باشیم. آقای اوریاخیل صبح بخیر، خوش آمدید. سلام علیکم. سلام خدمت شما بیننده های عزیز و تمام کارمندان تلویزیون آریانا. امید که یک صبح خوش را آغاز کرده باشید. سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. و فریدالله سادات صبح بخیر. صبح شما بخیر. امید که همتون خوب و صحتمند باشین. دازرین در تلر و همه بیننده های عزیز. خب تجربه رو معرفی بکو ببینیم کار کی بهتر است و اردو یک جا کار میکنن یا جدا جدا. خب در تجربه ما کمک همکار میشیم ما بس خود. خیلی خوب. از فریدالله مشنویم در رابطه با تجربه کیمیایی. میشه شما گفتین که ما به انگلیسی میخوایم امر معرفی بکنیم. بفرمایید شما فعال شدن آتش فشان نقش داشتین، کار کردین. بفرمایید. In the name of Allah who is the most merciful and the most compassionate. Hi and hello to all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to you, to spectators and all of the viewers of Aranya Television. This is me, Faridullah Sadat, in a grade of 11. Today, I'm so honored to stand and sit here and reflect this organization, I mean this productions. In this productions, I want to show you the productions of Vulcano in the nature. Vulcano mean in our own language, that is Atash Vishan. The things which is necessary, four things is very necessary in this in this production. اینا لازمه بعدش فارسی ارائه بکنن که مردم، جوانای عزیز، نوجوانا، کسایی که خوش دارن در بخش تجربه کیمیایی یاد بگیرن، خوبتر بدانن. البته که that is pens هم شنون pens می باشد. و باز آن که هستن سودیم می باشد و سلفوریک اسید می باشد و همچنان یک تست چیپ ضرورت می باشد اینجا. خب چیزهایی که در قدم اول باید ضروری باشد تا بتوانیم که تجربه خود را پیش ببریم. در قدم اول ما میکنیم که عینک ضروری را میپوشیم و بعد چشم آسیب پذیر نشه. و بعد از آن ماسک میپوشیم. ماسک هم نیاز است؟ بله، چون ضروری میباشد به خاطری که در همه تجربات کیمیایی که است ماسک چیز ضروری است برای هر انسان، یک چیز مسلم میباشد. بله. و بعد از آن دستکش ضرورت را میپوشیم تا دستای ما آسیب نپذیر باشد. یعنی بوی تیزاب گوگرد آسیب پذیر نسازه در دماغ، در دهن و دستا هم آلوده نشه. از صنف چندم خودت علاقه گرفتی که بیشتر بیایی در تجربه کیمیایی کار بکنی عملی؟ وقتی در دوره لیسه که شدم علاقه من در تلویزیون ها زیاد شدم. یعنی حال صنف 12 هم هستم. بله. و میخوایم که مثلا علاقه من زیاد داشته باشم در هر حرفی که باشم. هم صنفی های دیگه هم هم میگیرن دوست دارم؟ بله البته. بفرمایید شروع بکنیم. Okay, and after that we start, I mean this part. بازم فارسی بگوین که علاقه مندهای شما سایر شاگردهای مکاتب است. چرا نه؟ خب دوستای عزیز، چیزهایی که بسیار ضروری است ما امروز یک تجربه را که مثلا به شما ارائه می نمایم تجربه بسیار مفید می باشد. یعنی ما همین آتش فشان ها را که مثلا در روی سطح و حتی در طبیعت که به وجود میاد با کدام خواص و با کدام خاصیت آتش فشان ها در زیر زمین به فعال می شود. بله. چیزهای ضروری طوری که ما یادآور شدم پنس می باشد، تست تیوب و همچنان سودیم و سلفوریک اسید می باشد. سلفوریک اسید که فرمولی آن می باشد S2SO4 می باشد که ما به طور عظیم می کنیم که مثلا در قدم اول ما تجربه را اجرا می کنیم. بله. خب یک قطره البته 3 سی سی الی 4 سی سی سلفوریک اسید را در تیوب علاوه نموده. ببینید دوستای عزیز 3 سی سی الی 4 سی سی سلفوریک اسید را در تستیوب علاوه نموده و بعد از آن با پنس میتونیم که چیزهای مورد ضرورت را البته با هر فلز سلفوریک اسید یگانه ماده هسته موادی هستند که مثلا با هر فلز تعامل میکند، اما با فلز سدیم که از بسیار به زودترین فرصت حداقل در سه دقیقه و الی 4 دقیقه زودتر تعامل انجام میشود. ما یک توته از فلز سدیم را میگیریم و بعد از آن وقتی که سدیم انداخته شود با مدت 2 ثانیه الی 3 ثانیه فعال میشود. یعنی نتیجه میگیریم. ببینید دوستای عزیز به مدت 2 دقیقه الی 3 دقیقه نتیجه زودتر. بله، 2 دقیقه الی 3 دقیقه طوری که من یادآور شدم به همه تون دوستای عزیز این نتیجه گرفت و با فعال شدن از اینها که هست
چیزهایی که مثلا امید دودشان را شما میبینین سلفور تریوکساید است، سلفوریک تریوکساید است، هیدروژن است و همچنان کربن دی اکسید میباشد، به خاطر که مضر است برای همه موجوداتی که در روی زمین زندگی میکند و حتی سبب رشد باران های اسید هم میشود که باران های اسید ببارد و بعد از آن چیزی ضروری میباشد که عبارت از جلوگیری میکند از امی متضرر ساختن حیوانات، متضرر ساختن نباتات و همچنان از انسان ها هم میباشد. در این وقتی که تجربه ما خلاص شد، در آخر هم ما شما یک شک یا همچنان یک عادی تکان میدهیم، به خاطر که امو آتش فشان هایی که در زیر زمین بله باقی میماند، حتی سبب میشود که حتی ما آب پرتیم، حتی سبب میشود که باقی مانده فلزات به تعامل کند و بعد از به مدت دو ساعت، به مدت مثلا به روزها، مدت مثلا روز گذشته شود، بعد از آن ما میتونیم که مثلا ببینیم که باز آتش فشان ها صورت میگیرد. به همین خاطر همین بود تجربه ما. خدا کنه خوب و خوشایند باشند. کار تالی بود فرید الله سادات متعلم صنف 11 هم. حالا میریم احمد میلاد اوریاخیل در رابطه با تشریح منظومه شمسی به مدل نظام هم غوارم المریض نظام تشریح کرم چه المریض نظام لسو سیارو تشکیل شویده سه رقم رمائن سوال داوی چه المریض نظام سده المریض نظام المار او حقا تا سیاره چه دلمار پولاند یا شاو خواه قرار لری دیت المریض نظام الکیگی المریض نظام پاره پا قرآن کریم که دیر ایتون رغلی خوالات اللہ در رد سوری پا دوم آیات که داس فرمایی چلات اللہ حقا زاد ده چه آسمان چې دلته مفسرینو آسمان دغه شمسی نظام یا المریض نظام ته تفسیر کړی چې آسمان یې بدون لستنو چې موږ او تاسو هغه وینو پیدا کړ. راځو د المریض نظام سیاره یې پیژنو. د المریض نظام لومړۍ سیاره چې ده دا عطارد ده چې لمر ته تر ټولو نږدې ده. با عطارد همگی آشنایی دارند. د دې سیارې منځنۍ د حرارت درجه 8 فارنهایټ ده او د شپې لخوا بیا منفي 290 درجې ده. یعنې که موږ او تاسو چېرته د ورځې دې سیارې ته سفر وکړو نو سمدلاسه به وسوځو، یعنې د حرارت درجه دومره زیاته، او که د شپې سفر وکړو نو سمدلاسه به مو یخ ووهي. دغه سیارې وضعي حرکت ډېر سوکه دی، نو ځکه شپه ورځ هم ډېره په ارامه تېرېږي. دغه سیاره په هر سلور اتاتی اورازو که یو زل دلمار شاقوا تاویگی ده ده سیاره سرعت 2.2 کلومتر پیوه ثانیه که ده چه یونانی خلکو با ده سرعت پا خاطر ده سرعت خدای گرنلا. دلمریز نظام دوهمه سیاره هغه زهره ده. که چیره منگ او تاسو زهره تا سفر کنو با یوه ثانیه که با محال دومره با چی چخپلا با ده زنوجنه حاسه وکلو، ځکه دغه سیارې 90 سلنه اتموسفیر له کاربون دای اکساید څخه جوړ شوی، فشار یې د ځمکې څخه 90 ځله زیات دی. یک دقه وخت داریم که همشه زودتر معرفی بکنم. او د دې هر څه تر څنګ دی که د سلفوریک اسید باران ورېږي. راځو د المریض نظام دریمه سیاره ځمکه معرفي کوو. ځمکه موږ او تاسو ټول په دې اړه معلومات لرو چې یوازینۍ سیاره ده چې د ځوان کولو لپاره مناسبه ده او د ډېرو اوبو په درلودلو پیژندل شوې ده چې په هر 315 ورځو کې یو ځل د لمر شاوخوا تویږي. د المریض نظام څلورمه سیاره مریخ ده. که څه هم د انسانانو راتلونکی پلان مریخ کې میشکېدل دي، خو دا امکان نه لري چې دا ځکه چې دغه سیاره کې 95 سلنه اتموسفیر یې له کاربن ډای اکساید څخه تشکیل شوی دی. د المریض نظام بله سیاره مشتری ده چې د المریض نظام تر ټولو لویه سیاره ده چې په ګازونو پوهل شوې ده. او د المریض نظام بله سیاره هغه زحل ده. که څه هم د المریض نظام تر ټولو ښکلې سیاره ده، خو متاسفانه په دغه سیاره کې ژوند کول ناممکن دي، ځکه د دې سیارې د ګازونو سرعت 1300 کیلومتره په یوه ثانیه کې ده. د المریض نظام بله سیاره اورانوس دا چې په کال 1901 میلادي کې د ویلیام هرشل له لوري کشف شوله چې دا سیاره له اوبو، میتانول او امونیا څخه تشکیل شوې. او د المریض نظام وروستۍ سیاره پلوتون چې د المریض نظام تر ټولو لرېترینه سیاره ده، په کال 1931 کې د کلاید ټامبا له لوري کشف شوله. چې که چیرې دغه د المریض نظام ټولې سیارې د لمر په وړاندې قرار ولري نو دغه سیاره کې لمر وړانګې نه ولیږي. کور مباد شونده اوسې. تشکر از احمد میلاد اوریاخیل و فریدالله سادات از اینکه دعوت ما را پذیرفتین در بخش خلاقیت و نوآوری. موفق باشین. سپاس از شما عزیزا هم که بیننده صحبت زندگی هستین. در ادامه ما را همراه باشین. در حال حاضر هم وقفه، دوباره برمیگردیم.